دور نزنیم. نویسندگان: رضا مقصودی، فاطمه جورابلو. بازیگران: محمد کاسبی، آناهیتا همتی، مهران رجبی، بهزاد رحیمخانی، زهره حمیدی، جواد عزتی، نعیمه نظام دوست، بیدا شهشهانی و محمد رضا هدایتی. ناظر کیفی: فریدون جام بزرگ. صداگذاری و میکس: مجید یوسفی. دستیار کارگردان و برنامه ریز: بهنود محمدی پور. منشی صحنه: شیدا یوسفی. تدوین: مهدی اسلامی. طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی. طراح چهره پردازی: مریم دوستی. صدا بردار: رضا کشاورز. مدیر تصویر برداری: فریبرز سیگارودی. موسیقی: پیروز ارجمند. مشاور کارگردان: فرهاد آیش. مدیر تولید: بهرام محمدی پور. تهیه کننده: سید امیر پروین حسینی. سلام، یادتون نرفته که بله، هفته گذشته تو قصه ما اتفاق مهمی که افتاد این بود که سیف الله خان به اصغر گفت به خونه اونا اساس کشی کنه. همه اهل خونه حسابی از این پیشنهادی که سیف الله خان به اصغر داد حالشون گرفته شد، ولی چیکار میتونستن بکنن؟ اصغر هم که از خدا خواسته همون روز رفت اساسش رو بود. بقیه شو ببین. سیمین، سیمین، بله بفرمایی. صابونه منو بردا بیار اینجا تو حیاط. چرا آقا؟ چرا نداره؟ چشم آقا. ببخشید سیمین خانم. بله آقا. حالا که دارین زحمت میکشین صابونه منم بیاری. آخه میزو چیدم، انقدر قشنگه. سیمین، من اصغر میخوایم امروز صبحونمونو تو حیاط بخوریم. خسته شدم از بس تپیدم تو اون ساختمون. حالا برو. چشم. ببخشید سیمین خانم. بله. حالا که داری میرین تو، بی زحمت اگه گلنوش خانم دیدین بگین نگران من نباشی، من پیش عمو سیف الله. اصلا بهش بگین بیاد اینجا. باشه چشم. واقعا عمو سیف الله حیف نیست آدم این هوای به این خوبی، این گلای به این قشنگی، صدای گنجشکا به این خوبی، اینا رو آدم ول کنه بره تو اتاق صابونه بخوره. این گله رو میبینی؟ بله، ولی از این گل قشنگتر هم هست. برو جلو به حرفش گوش کن. تو فکر میکنی خدا فقط گلا رو آفریده که بهشون نگاه کنی؟ باید به حرفشون هم گوش کرد. دست درد نکنه. بفرمایید. ممنون. اینم برای شما. کره مربا رو برای چی میبری؟ برای آقا و اصغر آقا میبرم. کجا؟ تو حیاط. تو حیاط؟ بله. تو حیات چه خبره؟ نمیدونم. با اجازه. تو کجا؟ زهره نصرقا داره از ما به عموجونتون نزدیکتر میشه. من یه ذره نگرانم، همچی تنها نباشن بهتر. راست میگه، تنهایی هزار بلا سر آدم میاره. منم اومدم. خب دیگه
چیزی نمیخواین؟ خیلی ممنون. ببخشید گلنوش خانم رو صدا کردین؟ نه دیگه، بذار بخوابم. برو بهش بگو برنش میگه صبونت بخور. آخه گناه داره. برو صداشون بیاد، برو بیدارش کن. به به امو جان چه کار خوبی کردی، حیات به این خوبی رو ما بر کردیم اونجا صبحونه میخوریم. سلام علیکم. واقعا دلمون پوسید تو خونه امو جان، خیلی کار خوبی کردی. اینا از پیشنهادات یک مرد سفره، بسیار سفر باید که نگاه. ببین منو نگاه، منو نگاه، کامیار زنگ زد دود کارت داشت، همین الان تماشا کن. با اجازه امو جان بشین صبحونتو بخور. در خدمتی. صبحونه نخوردیم؟ من بگم خوردیم. نه صبحونه نخوردیم. بخور صبحونه، بخور. سلام. صبح شما بخیر مادر خانم عزیز. صبح شما بخیر. سلام بر همگی. صبح همگی بخیر. سلام سلام. خوش آقا خوبه اومدیم بیرون. میدونی چند وقت بود اینجا غذا نخورده بودیم؟ حتما پیشنهاد از خراب است. نه خیر، پیشنهاد عمو جانه. اصغر آقا اون عمو جون منه دیگه، الهی قربونش برم. عمو جون حالت چطور؟ خوبم خوبم. بهتر از اینم میشم وقتی که عروسی گلنوش جونم رو ببینم. امروز یک شنبه است، تا چهارشنبه با کریم راهی شرق میشیم. دوست دارم تا سه شنبه شب مراسم عروسی گلنوش برپا بشه. بنابراین وقت زیادی نداریم، بهتره از همین الان دست به کار بشیم. گلنوش خانم شنیدی چی گفتن عمو جان؟ خوشحالی نه؟ گلنوش جان، گلنوش قربونت برم، در رو باز کن ببینم چی شده. آخه چه شد؟ حالم بده، استرس گرفتم. وای وای بچه‌ام استرس گرفته بودم. ای وای حالش بده. بچه‌ام استرس گرفته. گلنوش خانم الهی من استرس بگیرم؟ چرا شما آخه استرس گرفتی؟ حالتون خوب؟ نگران نباشید، من مواظبتونم. کمک نایی جون. حالا خوبه؟ من و سایلا حساسیم، شما که مشالله هزار مشالله همچه خیلی دل داری، چرا حالت بد شد؟ این چه ربطی به دل داشتن داره؟ من وقتی میبینم گلنوش ناراحته منم ناراحت میشم. آب به سر صورتتون بزنید. سیمین خانم، سیمین خانم ببخشید، اگه میشه یه لیوان شربت آب لیمو درست کنید، بیزم از سه چهارمش آب باشه، یه چهارمش هم آب لیمو، خنک باشه، زیاد سرد نباشه، دل و رودشون بچون. خیلی ممنون. آه 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 ایوا چه شد از خان آقا؟ هیچی، من هر وقت یکی از عزیزانم حالش بد میشه، حال منم بد میشه. خیلی بمیرم. سویلو میبینی چقدر مهربونه؟ آخه تفلنگ. خیلی بد. خیلی بد. بفرماییم. البته از این بر اون بر دهنیه. نه همون بر، ولی این بر مطمئنم که دهنی نیست. لیوانو گرفت. از اولش نباید این کارو میکردیم. تازه همه تو فهمیدین که این کار اشتباه بوده؟ اردشیر کی این پیشنهاد احمقانه رو داد؟ چشاتو اونطوری نکن. کی این نون کپک زده رو گذاشت تو سفره ما؟ گوش کن اردشیر چی دارم بهت میگم. اگر خودت نیای به خوبی و خوشی و این ماجرا رو ختمش نکنی و طلاق ناهید رو میگیرم و بعدش من... اجازه بده جورج. بعدش چی؟ فکرشو کردی؟ بذار حرف بزنم، خولم نکن، بعدش هم بالاخره یه فکری واسه بعدش میکنم دیگه. فقط یه کاری کن بعدش مثل قبلش نباشه. من تحمل دوتا شکست همزمان رو ندارم. چه چرت پرت داره میگی مرد حسابی؟ خجالت بکش مرد حسابی، من دارم از ناراحتی سکته میکنم، وقتا داری میخندی و شوخی میگیری. منم آخه دیدم تو داری سکته میکنی، خواستم بخندی. حرف دهنتو بفهم چی داری میگی؟ مرد حسابی من جورجم، تو به من میگی جورج؟ طلاق ناهیدو میگیرم. خب برو بگی مال خوده. خیلی خوب، وقتی اینا گذاشته حالا اینو چطوری نگارش داری؟ چهار زانو نمیشه سرتاپ که بنداز با تو من اینجوری نگا میدن. آ
به گلی خانم، این یه دونه دیگه است، بهش بدیم بخوره، خوبه براش، خودم لیمو ترشی چرا نمیخونی آخه گلنوش خانم؟ شما تو این روز اگه حالتون بدتر بشه من چه خاکی به سرم بریزم؟ بخوریم خدا شانس بده بابا، تا وقتی را بردی خدا شانس بده، بهش بدی بخور بابا میخونی شما برو، من کجا برم؟ من زندگی مینه کجا برم؟ بچه‌م از دستم رفت گلنوش مامان جان حالت خوبه؟ گلنوش حالا چی کار کنی؟ نمیتونم دارم ببینم اردشیر خان آقا دارم چی میگم. بریم سلام علیکم. ببینم شما چتونه؟ چرا خونه رو گرفتین رو سرتون؟ عمو جان گلنوش حالش بد شده چی کار کنم؟ خونه سر صدا نداره، دکتر محمدی پور رو خبر کنی. چشم میخوای من ببرم این پیش دکتر محمدی پور؟ نه خیلی قراره دکتر بیادش اینجا، مگه نشدیدی؟ بله 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 بیشتر توضیح بده، من باید بدونم چی شده. عمو سیف الله سر صبونه بهشون گفتن که عروسی باید تا دو روز دیگه سر بگیره، بعد حالشون یه دفعه اینجوری شد. آی دکتر شما چی هستی؟ من تا حالا شما اینجا نیده بودم. من اسقر باغ‌آبادی ام، نامزد گلنوش خانم. نامزد گلنوش خانم؟ خیلی خوشحالم. خب پاشو یه خورده راه برو ببینم. نمیتونم آقای دکتر. نمیتونه راه بره آی دکتر، حالش بده. خب عجب، خیلی خب شما استراحت بکن. آقای دکتر اصغر باغ‌آبادی. آقای باغ‌آبادی شما همراه من تشریف بیارید. پسر مواظب زنت باش، بیشتر بهش توجه کن. بله چشم دکتر. تو رو خدا راستشو بگین سر گلنوش هم چه بلایی اومده؟ چیز خاصی نیست، دچار استرس شده. استرس. اوکی. یعنی چی؟ استراب عروس خانوما. بیشتر دخترها وقتی به مراسم ازدواجشون نزدیک میشن دچار هیجان میشن. از خوشحالی؟ از خوشحالی که نه، البته اونم میتونه باشه، ولی مشکل رو آقا داماد میتونن حل بکنن. یعنی من؟ بله شما. از این لحظه بعد به هیچ عنوان اونو تنها نمیذارید، برای همه چی هم باش مشورت میکنید، به خصوص برای مراسم عقد و عروسی. ضمناً مسائلی هم که براش ایجاد اضطراب بکنه ازش دوری میکنید. چشم. باید نسبت به تغذیه این دخترم دقت کنید، از غذاهای مقوی و آرام بخش استفاده بکنید، مثل کباب، ماهیچه، ماهی و اینجور چیزا، یا مثل گلگاب زبون و آب استخدوس و سنبولتیف. آخه اینا دیگه چیه؟ بی خودیه. نه اختیار دارید، حق با آقا داماده، ایشون راست میگن، اطلاعاتشون خوبه. در خدمتی. گوگوری، مرموری، عزلی، نانازی، کتی کتی. آخ 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 الهی اصغرتون بمیره که اینجوری داره ناله میکنی. مادر شما برید به کاراتون برسید، من اینجا مواظبش هستم. هرچی باشه چند روز دیگه ما اینجا مراسم داریم، باید به کاراتون برسید. نمیتونم اصغر، نمیتونم دکترمو تو این شرایط تنها بذارم، الهی بمیرم. اجازه بدید من الان میام، این خدمت میباشه. منو از شر این اصغر خلاص کن. آخه من نمیفهمم این مریض بازی تو این شرایط چی بود ها؟ بابا جون اولی که عروسی فلا به من گفت من واقعا دچار بلند تهوع شدم، اما بعدش فکر کردم این روند رو ادامه بدم شاید عروسی عقب بیفته. میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ این عمو سیف الله شما تا بچه تو رو مدرسه نفرسته از این خونه نمیره. دیگه تو هم آمد گرگه. حالش بد شد؟ حالش دوباره بد شد؟ گلنوش خانم نگران، براتون دو تا گلدون آوردم، دو تا گلدون خوشگل برای گلنوش خانم عزیز. به این گلا نگاه بکنید، به صداشون گوش بکنید، احساس آرامش بهتون دست میده، حالتون خوب میشه. اصغر آقا میشه بری بیرون من لباس عوض کنم برم سر کار؟ حالتون خوب شد؟ بله. مادر دیدین معجزه رو؟
من فقط 2 دقیقه کنارشون نشسته بودم، حالشون خوب شد. اصغر یه دقیقه بیرون برو دیگه. الان برم؟ نه بذار شب بشه بعد برو. نه 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 الان میرم. وای این هرم بگیرید بذاریم بالا سرتون، نگاه کنید حالتون خوبه. برو دیگه. بفرمایی خورما. خدا رحمت کنه پدرتون. مگه امشب شب جمعه است؟ نه برای خوب شدن گلنوش خانومه. بفرمایی نمیخورم. دوست نداری؟ بفرمایی. نمیخورم. چه جالب، مادر دختر خورما دوست ندارن. کجا میریم؟ خیلی با نمکه خورما به جای شیرینی، فکر کن. نه عزیزم، با نمک نیست، شیری مغزه. اصلاًم شیری مغز نیست، خودش گفت به خاطر خوشحالی گلنوش دارم این کار رو میکنم، میخواد روحیش بهتر شه. اتفاقی افتاده گلنوش خانم؟ بله یه اتفاق مهم افتاده. چه اتفاقی؟ اتفاق مهم اینه که شما دارید رو اعصاب من راه میرفتی رو نروم. نه گلنوش خانم، من دارم تمام تلاشمو میکنم که شما در آرامش باشی. ببین اصغر آقا، گیری دادی به منو، گفتی منو برسونی سر کارم، گفتم باشه چشم، حالا رسونی دیگه، ول کن بس، بیا برو سر کارت. نه گلنوش خانم، من باید شما رو تا رسیدن کامل به محل کار همراهیتون کنم. ببین من نه بچه‌ام، نه گم میشم، نه کسی علاقه داره منو بدزده. گفتم یه برو سر کارت، خیالت هم راحت. نه خیالم راحت. وقتی میگم خیالت راحت، خیلی راحت میشه دیگه، برو. چش الان برم؟ نه بذار من آتش دیوونشم بعد بری. نه نه رفتم. گلوش خانم با من کاری داری؟ نه چطور مگه؟ آخه دیدن دنبال من راه افتادی. تو چطور فکر کردی که من دنبال تو راه افتادم؟ بیا برو سر کارت، من مسیرم این بره. اصلا نمیرم، میخوام استراحت کنم، میخوام بمیرم. شاگرد جدید آقا دارابی؟ بله من مزدک هستم، شما کی هستین؟ آها منم برادرزاده آقا داراب هستم. خوشبختم. باشه کجا تشریف بردن؟ ایشون رفتم فروشگاه شوهرخوارشون. آره همونجا رفتم. بد اخلاقی. سلام گلنوش خانم. سلام عمو دارابم اینجاست؟ نه با عرشی خان رفتن کله پزی. اینو که یه دقیقه جا وای نمیستن. خوش به حالشون، هر وقت دلشون میخواد میرن کله پزی. به به سلام خانم. نه خیر اصلاً خوب نیستم، اومدم بهتون بگم این بازی دیگه تمامه، نه حوصله‌شو دارم نه اعصابشو، بس کنین دیگه. اگه یه بار دیگه یه چیز کوچولو راجع به این پسر از من بخواید، من به عمو سیف الله میگم. نه باور کن اینجوری نیست، ما قرار شد یه عروسی فرمالیته ها فرمالیته بگیریم خودمون دور همیا، عروسی بگیریم بعد عمو خیالش راحت بشه بره. همین که گفتم من دیگه نیستم. اعصابش خورد بود بابا. فقط یه راه امید باقی میمونه، اونم ناهید. یه زنگ الان بهش میزنم خودش زبونم ورجا که بهتر از ما میتونه.
نگران نباشی. پس قبل از حرکت راهنمای سمت چپ یادت نمیره؟ آفر، حالا راهنما بزن و حرکت کن. سب کن ببخشید، یه تلفن. بفرمایید، راحت باشین. الو، سلام اردشی. خب خب نتیجه؟ آها، وا، شما یه چیزی میگین ها، مگه میشه؟ خب منم به جای گلنوش بودم عصبانی میشدم. بابا آبروش تو فامیل میره، مگه میتونه این پسره رو نشون فامیل بده بگه شوهرمه؟ آها خودمون باشیم. خب این حالا شد یه چیزی. باشه باشه، هر وقت کارم تموم شد میرم پیشش باش صحبت میکنم، به شرطی که شما قول بدین غیر از خودمون کسی تو عروسی نباشه. کاری نداری؟ خدافظ. بفرمایین. دستت درد نکنه، این چه کاری بود کردی؟ قابلی نداره، من دیدم تشنم بود، دیدم تنهایی که نمیتونم آب میوه بخورم، گفتم یه دونه واسه شما بگیرم با هم بخوریم. دستت درد نکنه. اول راهنمای سمت چپ، بعد حرکت. سب کن ببینم، تو میخوایی با این آب میوه تو دستت فرمونو بگیری رانندگی کنی؟ خب آره، مگه چیه؟ نم نمک را میفتیم، اینم میخوریم. نگو که نمیدونی خلافه. حرفا میزنی خانم. شوهر من هر وقت با هم دیگه میریم بیرون خوراکی میگیره، در حال حرکت هم میخوره تا الان هیچ اتفاقی براش نیفتاده. عزیز من کار یه دفعه میشه، قرار نیست هر که خلاف کنه تو هم خلاف کنی. حالا آب میوه تو بخور، سر فرصت حرکت کن. خانم از وقت آموزش زده میشه. یا آب میوه یا آموزش. باشه خانم. راستی خانم، از مادرشوهرم چه خبر؟ اصلا دور دو فرمون بلده؟ تو بلدی؟ خب نه خیلی خوب. اونم مثل تو. بخور، معطل نکن. آخه عمه جون، من که نمیخوام راست راستکی زن اسخر بشم. خرید با اسخر باغ آبادی، فکر کن پولش کجا بود. من که میدونم عمو اردشیر داده. خیلی خوب، پس خرید اساسی رو باید فراموش کنی، فقط یه خرید فرمالیته، اونم به خاطر این همه احترامی که واسه شماها قائلم. چشم، سعی میکنم مهربونم باشم، ولی واقعا امیدوارم این آخر بازی باشه دیگه، من واقعا خسته شدم. باشه خدا.
بکشم براتون؟ ما خودمون میکشیم، تو برو شام تو بخور. ممنون. خب دختر، امروز چه کاری کردی؟ تفلک گلنوش خانم امروز خیلی خسته شدن، تمام بعد از ظهر رو ما مشغول خرید و چه میدونم کفش و لباس و اینجور چیزا بودیم. خب مبارکه، مبارکه. ببینم کارت دعوت واسه مهمونام تهیه کردی؟ کارت برای مهمون؟ خب آره، مگه مهمونا کارت دعوت نمیخوام؟ چرا کارت نمیخواد عمو جان؟ البته با اجازه شما و فامیل محترم، من خودم فردا صبح اول وقت صبح زود میرم دنبال کار. ببینید همه چیز باید آبرومندانه برگزار بشه. سالن عروسی، غذا، میوه، شیرینی، محل خواب واسه مهمونایی که از شهرستان بلند شن میان. عموزم فرمایش شما درست، ولی هر چی ساده برگزار کنیم بهتره. آقا ازدواج آسون بگیرین، جوونا بتونن برن خونه بخت. اصغر قم که مال خودمونه، باید حواشو داشته باشین دیگه. بله. امسال هم که عمو جان سال الگوی مصرفه. اولا سال اصلاح الگوی مصرفه، بعدش هم میشه تو حرف نزنی؟ با من بودن. بفهم. بله با شما بودن. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه که به فکر من هستید، اما من یک مقدار پول توی بانک دارم. بعد آقا کامیارم اگر حقوق این ماه منو مرحمت بکنن یک مقداری هم مساعده بفرماین، اینی که من دیگه پول لازم ندارم. حله. منم با سادگی موافقم، ولی از گدابازی بدم میاد. مگه میشه رفت تو دریا و خیس نشود؟ خب ما هم همینو میگیم دیگه عمو جان. بهتر از این نمیشه، یه عروسی قشنگ و همچین جمع جور تو همین خونم میگیریم. بله میدونی چه عمو جان، تو این فرصت کوتاه همه جا رو جونه دارم گشتیم، مگه سالون گیره کسی میاد؟ ابدا. البته منم میخواستم که خیلی زیاد مهمون دعوت بکنم، بعد گلنوش خانم گفتن که دوست داره یک مقداری مختصر و مفید برگزار کنه برای الگوسازی. واسه چی؟ الگوسازی عمو جون. ببینم دختر، تو مایی زبون نداری حرف بزنی؟ من خستم. خسته ای؟ خب خسته باش، یعنی انقدر خسته ای که نمیتونی حرف بزنی؟ بله، من میرم بالا استراحت کنم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر عمو جون. خب پسر جان، تو چیزی کم و کس نداری؟ نه خیر، خدا زنده نگه داره اردشیر خانو. آقایی. بله بله. خیلی خوب، شامتون بخیر. سلام. حال شما خوبه؟ آره. اینجا چی کار میکنی؟ معلوم نیست منتظر تاکسی هم؟ نه. معلوم نیست منتظر تاکسی هم؟ آه الان معلومه، الان معلومه. خیلی خوب، منتظر تاکسی هم. خب چرا اینقدر زود؟ مثلا دعوات شد نزدیک بزنم ایستادم بیرون یه موقع. آقا کامیار میخواستین زنتونو بزن. به تو چه رفتی داره؟ تو رو سمنه؟ سمنه نه آقا کامیار، سننه. نگاه این کلمه ترکیه، سنه یعنی تو، نه یعنی خیلی خوب، تو رو سمنه. نه بگو نگاه، بگو از من گیر نده، تو رو سمنه. تو چه رفتی داره؟ تو نکنه اینم کنجکاویه؟ نه دیگه، این یک مقداری همچین فضولیه. بله فضولیه، برو به کارت برس. چشم. خب بخوای بیایم برسونم اتون. نه از من با تو نمیام، من با تو بیام دعوام میشه، من با تو بیام اصلاف خورد میشه. خواهید برو، من پیاده برم زودتر از تو میرسم. هر جور برو عزیز من. هر جور فایستا. همین چکویی میشه دسته خونشونو؟ بله. آره بیا این آدرسه دیروز رزرو کرده بود، برو کارشو انجام بده بعد بیا چیز پیک بودو چیز بود عزیزم. برو عزیزم رو اعصاب من را نرو، برو شدم بر میگردم که مرخصی بگیرم آقای کامیار، برای این که نمیخواد مرخصی کلی کار دارم. برای چی مرخصی؟ نمیخواد اصلا بری. وایسا من رو برسون. وایسا من میگم سلام.
سلام. سلام. بده بیا. چیو؟ پولاتی که کامیا. چی؟ من قرار نبود تو بری امروز از بانک پول بگیری. من وقت نکردم. ای بابا کامیا تو قرار بود دیروز بری از بانک پول بگیری. من میخوام برم لباس بخرم. خیلی خوب، حالا من دم عید اینقدر جلو داری واسه لباس خریدم. نه دم عید نیست، مثل که یادت رفت عروسی دخترداییتونه. بابا فکر میکنم فقط اصلا با قابلی تو باغ نیست، تو هم تو باغ نیست. یعنی چی؟ عزیزم من فیلمه، همش کلک عروسی کلک، فیلمه مثل این سریال در پیته هاست. نمیدونم فیلم یا غیر فیلم، من لباس میخوام آقا کامیا. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. قربانم. آقا کامیا من فردا دیگه تعطیلم کلا. نه شما کلا تعطیلی آقا داماد. در خدمتی. آره. من میخواستم یه چیزی به شما بگم. تو شهر ما رسمه که دوماد ساقدوش داشته باشه، یعنی یه جوون خوشتیپ و لباس کچلوار تنش میکنن میذارن کنار دوماد تو مراسم. گل بود به سبزه نیست آراسته شد. خب من اول میخواستم که به شهروز بگم، بعد گفتم که خب چطوره به شما بگم، شاید شما دوست داشته باشین که ساقدوش من باشین، بالاخره رئیس ما این دیگه، فردا بعدن گله چیزی نباشه. نه برو به همون شهروز بگو، ما دلمون نخواسته. ای کامیا قبول کن دیگه، تو که تالا ساقدوش نبودی. اه میگم نه، برو ازم، برو به کارت برس. به هر حال فرصت خوبی بود برای شما. برو اسخر، برو به کارت برس، برو به کارت برس. خب پول چی شد کامیا؟ بابا تو که داری باید حرف خودتو میزنی. میگم ندارم. نداری؟ نه خب اگه داشتم هم نمیدادم. نمیدادی کامیا؟ اگه میدادم هم تو نباید خرج میکردی. خرج نمیکردم. خب اگه خرج هم میکردی باید برای من خرج میکردی. خرج تو میکردم. هیچی بابا. سلام مامان، چطوری؟ خوبی؟ من تو خیابونم. چرا دیر جواب دادم؟ آخه سوار موتور بودم. نه نگران نباش، توقف کردم دارم صحبت میکنم. کجایی الان؟ اه در خونه؟ خب برو تو، منم میام الان، نزدیکم. آره قربونت برم، خدا بده. مامان! ای اصغر جان، الهی قربونت برم مادر جان. قربونت الهی. خودش کم بود، مامانش هم بهش اضافه شد. با اتفاقا مامانش خیلی باحاله. خیلی واقعا که هنوز از ران عروسیده میگه وا چرا اینجا اینقدر سوت و کوره، مگه حنا بندون نیست؟ ای راستی امشب حنا بندونه. بس کنین دیگه بابا. ببخشید یادم نبود همه چی الکیه. من با اجازه یک کاری دارم. خواهش می‌کنم بفرمایید. دختر جان. جان. ببخشید ننه جان. یه ظرفی چیزی بده میخوام یه حنان خیس کنم. حنا واسه چی؟ وا. خب معلومه دیگه واسه چی؟ حنا بندون پسرمه، مگه بی حنا میشه؟ برو. ولی من فکر نمی کنم گلنوش اصلا از این چیزا خوشش بیاد. بفهمید. وا این چیه دختر جان؟ یه پاتیلی قابلمه گنده این کوچیکه ننه جان. آخه مگه میخواین همسایه ها رو خیرات بدین؟ خب چه عیبی داره؟ شاید همسایه ها بخوان دستاشون رو حنا بذارن. نمیشه که ندی بده. بفرمایید. تازه اینجوری عروسم بهتر خوشش میاد. مادر جان یه کمی آب بیار صفر شده بریزیم رو شلشه. بله. بریز کم دست درد یه ذره دیگه. بسه زنده باشی. خب ببینم همه چی رو به راه، شیرنی، چایی، شربت. بله همه چی رو به راه. آخه این ترونیا لنگ زرخا بلند میشن میخوان هل هلکی یه نهار درست کنن. اینقدر مسمس میکنن نهارشونو، تنگ غروب میخورن، شومشونم لنگ شو. اون وقت میگن به زور کار و گرفتاری به هیچ کارمون نمیرسیم. الهی قربونتون برم. حنا حنا تو دستامون، یاد خدا به دل هم. چی کار میکنی مادر؟
ننه جان دارم وزاد حنا درست میکنم پسرم، الهی مبارکت باشه. قربون شما برم، چقدر خوشحالم که اومدی. این گلنوش خانم طفلکم لابد خیلی دلش میخواست که کس و کار شوهرش باشن، منم که کسی رو ندارم غیر از شما. این حرفا چی میزنی عزیزم؟ خدا نه که داری؟ خب ننه جان این آماده است، الهی مبارکتون باشه. برو تا بری. کجا؟ اتاق تو. آخه این حنانه باید بزکش کنیم، اون وقت ببریم تا خونه عروس. چقدر جالب. ببین ننه جان، چون ما عدمون کمه، تو هم میدونی لباستو عوض کنی با ما از خونه این بیاد. آخه باید برم از سیف الله خان اجازه بگیرم. بگید اسخر گفته حتما اجازه میده. برو تا بری. الان بری؟ آره. نه میخوای شو بری؟ نه نه الان بری. بیا تو. سلام آقا. علیکم سلام. بیا بشی. ببخشید آقا. بفرمید. چی شده؟ والا از خراقا مامانش رفتن تو اتاقشون که برای گلنوش حنا بیارن. خب. بعد عدهشون کم بود، بعد به منم گفتن که تو هم بیا. بعد منم خواستم برم اونجا. عجب. آقا اجازه میدین من برم؟ ببینم دیگه چه خبر. هیچی دیگه آقا، امشب هنو بندونه. تو که راست میگی؟ آقا من از هیچی خبر ندارم. آقا به من چه؟ میدونید یعنی به من چه که داراب خان هیچ کسا نمیخواد دعوت کنه؟ عروسی بی سر و صدا، خیلی غمگین، اینا میخواد برگزار بشه. ای پسر، چرا سرتو اینجوری درست کردی؟ مادر شما خودت گفتی این مدل بهت میاد. آره واسه همینم میگم امشو سرتو اینجوری درست نکن، بذار برا فردا شب که اصل کاریه. آها نگاه، مدل خوبه رو بذارم برای فردا. آفر همش همین بود آقا، من دیگه چیز دیگه ای نمیدونم. اینا میگن میخواستیم مهمون کم دعوت کنیم، بهونه‌شون هم چی بود؟ الگو سازی. من دیگه هیچی نمیدونم آقا، من برم میشه مادر اسقر آقا. اول اون دفتر تلفن رو برای من بیار، بعد برو. چشم آقا. که میخواین عروسی بی سر صدا بگیرین برای الگو سازی. باشه، واسه همه تون دارم. با یک نگاه میتوان دوست گرفت یا دشمن تراشید. با یک نگاه میتوان خندید، گریست، به دنبال حقیقت رفت و یا راه ظلمت پیدا.